اعلام نتایج اولیه انتخابات و پیشی گرفتن پزشکیان. با ما همراه باشید، آخرین جزئیات و تعداد آرای شمارش شده رو با هم مرور میکنیم، ببینیم آیا انتخابات به دور دوم میکشه یا نه. سلام سلام، چطورید رفقا؟ به کانال خودتون، کانال میم تیوی، خیلی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حال احوالتون خوب باشه و اوضاع به کام باشه. خب 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری هم روز گذشته جمعه 8 تیر ماه برگزار شد و تا 12 شب هم به طول انجامید و فرایند شمارش آرا از بامداد امروز یعنی شنبه آغاز شدش. طبق اعلام رسمی ستاد انتخابات کشور، تعداد آرای شمارش شده توی یه سری از مناطق انجام شده و تکمیل شده. خب توی جدیدترین شمارش آرایی که اعلام شده در ساعت حدوداً 7 صبح 12,058,843 رأی شمارش شده که مسعود پزشکیان بازم رتبه 1 رو به دست آورد. پزشکیان با 5,354,000 رأی رتبه 1، سعید جلیلی با 4,875,269 رأی رتبه 2، محمد باقر قالیباف با 1,620,628 رأی رتبه 3 و مصطفی پور محمدی هم با 95,172 رأی رتبه 4 رو به دست آورد. البته که هنوز شمارش آرای شعب بزرگ مثل شعب تهران انجام نشده، ولی تا به الان حدوداً 10,366,410 رأی شمارش شده که از بین این شمارش آرا سعید جلیلی با 4,266,386 رأی نفر اوله. در رتبه دوم هم مسعود پزشکیان با 4,244,815 رأی نفر دومه و قالیباف با 1,385,083 رأی در رتبه سوم قرار گرفته. مصطفی پور محمدی هم 80,506 رأی آورده. ستاد انتخابات کشور از شب گذشته تا به الان 5 مرحله آمار رسمی انتخابات رو منتشر کرده که تقریبا آمار قبلی هم اعداد و رقمش به همین عدد نزدیک بوده و رتبه بندی ها خیلی فرقی نکرده. توی اولین اعلام شمارش آرا مسعود پزشکیان با 973 رأی و سعید جلیلی با 963 رأی و محمد باقر قالیباف با 341 رأی و مصطفی پور محمدی با 15,000 رأی رتبه های اول تا چهارم رو تشکیل میداد. یعنی مسعود پزشکیان تو اولین شمارش آرا رتبه 1 رو داشت، ولی خب رقابت نزدیک بود بین پزشکیان و جلیلی. توی دومین اعلام نتایج مسعود پزشکیان با 1,595,000 رأی، سعید جلیلی با 1,594,000 رأی و محمد باقر قالیباف با 544,000 رأی و مصطفی پور محمدی با 25,000 رأی باز هم رتبه‌های 1 تا 4 رو تشکیل می‌دادند. در سومین اعلام نتایج آرا هم باز مسعود پزشکیان صدرنشین بودش. اون با 2,410,760 رأی رتبه 1 رو داشت و سعید جلیلی توی رقابتی نزدیک با 2,408,000 رتبه دوم و محمد باقر قالیباف 780,000 و مصطفی پور محمدی با 40,000 رتبه های سوم و چهارم رو داشتن. ولی در چهارمین اعلام نتایج سعید جلیلی از مسعود پزشکیان پیشی گرفت. یعنی حوالی ساعت 5 صبح تعداد آرا به نفع سعید جلیلی شد. سعید جلیلی 3,505,000 رأی و مسعود پزشکیان 3,389,000 رأی رتبه 1 و 2 رو داشتن و قالیباف و پور محمدی هم با 1,116,000 و 62,000 رأی رتبه 3 و 4 رو داشتن. در پنجمین و آخرین شمارش آرا هم که توسط ستاد انتخابات مشخص شده، سعید جلیلی با 4,266,386 رأی رتبه 1 و مسعود پزشکیان با 4,244,815 رتبه 2 و قالیباف با 1,385,083 رتبه 3 رو داشت و مصطفی پور محمدی هم با 80,506 رتبه 4 رو داشت. البته هنوز
شمارش آرا در شهرهای بزرگ مثل تهران، اصفهان و تبریز و شیراز انجام نگرفته و تعداد آرا توی این شعب خیلی بیشتر از شهرهای کوچکتر هستش و احتمال داره که رتبه های اول تا چهارم تغییر بکنه، ولی احتمال خیلی خیلی زیاد باز هم انتخابات به دور دوم میکشه و با توجه به نزدیک بودن آرای پزشکیان و سعید جلیلی احتمالا این دو نفر به دور دوم کشیده میشن و خیلی بعیده که قالیباف بتونه رتبه دو رو به دست بیاره. یعنی درسته که حالا از نظر تعداد شرکت کنندگان انتخابات و همینطور تعداد شعب تقریبا نصف آرا شمارش شده، ولی چون شهرهای بزرگ شعبش جمعیت بیشتری داره احتمال داره که این عدد و رقم یه مقدار جابجا بشه. ستاد انتخابات کشور اعلام کرده که رأی گیری در 34522 شعبه شهری و 24118 شعبه روستایی که مجموعاً میشه 58640 شعبه روز گذشته انجام گرفت. از بین این شعبات 43425 شعبه ثابت بودن و 15215 شعبه سیار. فرایند انتخابات دیروز چندین مرحله تمدید شد. اول قرار بودش که فقط تا ساعت 18 باشه، بعد تا ساعت 20 تمدید شد و بعدم 22 و در نهایت هم تا ساعت 24 شب گذشته این قضیه تمدید شدش. الان توی آخرین شمارش آرایی که اعلام شده سعید جلیلی با 41.2% آرا رتبه 1 و مسعود پزشکیان 40.9% آرا رو داره. قالیباف 13.4، مصطفی پور محمدی 8 دهم، یعنی کمتر از 1% و آرای باطله هم 3.8% آرا رو تشکیل میدن. به جز سال 1400 که ابراهیم رئیسی برنده انتخابات شد، توی دوره های قبلی همیشه در ساعت اولیه شمارش آرا نماینده اصولگرا توی رتبه های بالا قرار داره، ولی بعد از شمارش نهایی معمولا اصلاح طلبا رتبه 1 رو به دست میارن، چون معمولا تعداد آرا در شهرهای بزرگی مثل تهران و تبریز و اصفهان برای اصولگراها بیشتر و توی نقاط روستایی و شهرهای کوچکتر اصولگرایا رأی بیشتری دارن. ولی از ابتدای فرایند انتخابات و نظرسنجی‌هایی که انجام می‌گرفت همیشه گفته می‌شد که سعید جلیلی و پزشکیان احتمالاً رتبه 1 و 2 انتخابات هستن و با همین دو نفر هم احتمالاً انتخابات به دور دوم کشیده میشه. الان هم پیشبینی ها به این شکله که احتمالاً این دو نفر نفر 1 و 2 میمونن. حالا رتبه 1 و 2 شاید جابجا بشه، ولی خیلی احتمالش نیستش که یه نفر بتونه بیش از 50% آرا رو به دست بیاره. به محض اینکه شمارش جدید آرا اعلام بشه براتون توی کانال قرار میدم. حتما کانال رو سابسکرایب کنید و زنگولش رو فعال کنید که اولین نفر از نتایج انتخابات مطلع بشید. حتما نظرتون رو هم برای ما بنویسید و بهمون بگید که به نظرتون اگه انتخابات به دور دوم کشیده بشه کدوم یکی از کاندیداها شانس بیشتری برای پیروز شدن داره. ممنون از همراهیتون، یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوها رو تماشا کنید.